با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این 17 روز از 4 ماه در 14 سال از 3 هزاره، امیدوارم که تا اینجای برنامه رو ازش لذت برده باشی و من حسب المعمول برنامه های هر روز خودم باز هم از شما مجدانه و مستمندانه درخواست میکنم که به ما یاری برسانید، عضو فن پیج ما بشوید در فیسبوک، برنامه های تلویزیون میهن رو از طریق وبسایت اگه داری، از طریق وبلاگ اگه داری، از طریق توییتر، از طریق ایمیلتون برای همه ارسال کنید و ما نیازمند کمک مالی هستیم. بدون کمک مالی شما نازنینان خیلی کار به ما سخت می‌گذره. اجازه بده که در مقدمه ببینیم که این دوستی که زنگ زده چه مطلبی داره در ارتباط با موضوع برای ما بیان کنه. بفهمید شما خودتون رو معرفی کنید. روز شما هم بخیر. آقای بهبهانی، درود بر شما. دانیال هستم. آقای دانیال، بفرمایید. آقای دانیال، همچنین بر بیننده هاتون. ببینید راجع به این موضوع اخیر که صحبت میکردین، الان فیلم مجلس رو نشون میدادین، من اگه ممکنه میخواستم 1-2 دقیقه در رابطه با این آخرین حادثه که شکل گرفته که زندانیان بند 350 اوین حمله کردن به بهانه بازرسی. اوکی، بذار پس بعدن. آقای آقایون، ظرف چند دوست من اجازه، آقای از بده که آقای دانیال من به اون موضوع که رسیدن شما سوالات کنید، تماس بگیرید، راجع به شرف بزنید. ممنونم ازم، منتظر تماست هستم. مرسی. به انوز بذار اینو حلش بکنم، بی خودی نواری پخش کردم. من که بلنگوی جمهوری اسلامی نیستم که اونو برای اون پخش کنم. اصل دارم، هدف دارم و دنبال هدف هم دارم میگردم. ما در این در نپی حشمت و جا آمده، ما بر اساس یه هدف، بر اساس یه خواسته در حقیقت اینجا آمده، یه خواسته ای داریم. توی این صحبتهایی که کرد و امیدوارم که بشنوید و دوباره خودتون در خلوت بشنوید، ما تلویزیون میهن نخستین رسانه‌ای بود که به ماجرای کرسنت پرداخت. موقعی که ما راجع به کرسنت حرف زدیم، حتی نیکاهنگ کوثر و سایت خودنویسم راجع به کرسنت هنوز حرف نمی‌زدن. چندین نوار ویدیو وجود داره از این برنامه، من می‌گردم اونا رو پیدا می‌کنم، ولی می‌دونم که تو 16 دسامبر بذار اینو برات نشون بدم. در تاریخ 16 دسامبر اگر که اشتباه نکنم، حدود چندم امروز 17 اپریل دیگه، ژانویه، فوریه، مارچ، اپریل، بیش از 4 ماه پیش، این رو به این دلیل به 4 ماه پیش ارجاع میدم برای اینکه وقتی شما به بخش ویدیوهای ما تو یوتیوب مراجعه بکنی میبینید اونجا رو که این ماجرا رو ما اونجا قرار دادیم تحت عنوان آنچه از توافق ژنو باقی مانده را هم به شرکت کرسنت باید تحویل بدن. و که وقتی که کلیک کردم روش دیدم که این رو به تاریخ 16 دسامبر گذاشتیم، ولی ما از فکر میکنم از توی سپتامبر راجع به موضوع حرف زدیم، خورد خورد راجع به ماجرای کرسن حرف زدیم. ولی و اینکه 8 میلیارد دادگاه لایه حکم داد برای اینا، در اون هلوشی که اینا داشتن توافق میکردن توافق کنیم، توافق خونه هسته ما و سلا اینا،
اون وقت دادگاه لایه 8 میلیارد دلار که گفت 4 میلیارد و 200 میلیون میخوام بهشون بدن، جلو 8 میلیاردش کرسن حکم دادگاه داره علیهشون و اینا اول بار بیان کردیم. راجب معیشت، راجب این بحثی که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی اقتصادیه، همواره ایستادم و گفتم نه، بلکه خزانه دولت خالی است. این با بحث فروپاشی اقتصادی دوتاست. حکومت پول داره، فراوانم پول داره، پولاش هم تخس کرده این ورانور دنیا روش نشسته، کش نقد. ماجرای مثل بابک زنجانی، مثل محمود خاوری، مثل اون یکی، چرا اتفاق میفته؟ چه دلیل داره که این اتفاق بیفته؟ دلیلش آن است که پولا کشه، کیفیه. تو فرودگاه بودم، اومدن سوار شدن، کیف نیست، رفت، پول رفت. به جون مامانم اینا، به حضرت عباس، به این قرآن مجید. پولا داشتم به دف. پلیس اومد، ترسیدم، بیختم توالت، سیفونو کشیدم، رفت. کشه دیگه، هیچ جایی که ثبت نشده که. اینا گوشه هایی از این ماجراست که مردم میبینن. اصل ماجرا زیر لحافه، زیر لحاف ملا و حکومت ملایان اهریمنی. ولی هیچ کس زاغچه‌ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. هیاهو دوست داری، شلوغ کنیم دوست داری، غیبت جیه رو جلا میده. اون یارو چرا چاقه، اون چرا کچله، اون چرا زیر ابروش، اینا رو دوست داری. درد وطن نداری، نه ریشه نداره، با باد این حرکت میکنه، این با پت میشه، این با پت میشه، اما میریم و اما میریم. توی ماجرای این بفهمین شما جانم. آقای بگانی، من اگه ممکنه راجع به این موضوع یکی دو دقیقه وقتتون رو بگیرم، همین چیزی که داشتیم صحبت میکردیم، امکانش هست؟ بفهمی، بگین دیگه، شما اصرار دارین که بگین، بگین، من زورم نمیرسه، بفهم. ببینید، برسید ظرف این 30 چند سال گذشته، این آقایون برای اهدافشون، حالا از خود جناب خمینی با توجه به آرزوها و آمالش در صادرات انقلابش یا هژمونی منطقهشون یا مسائل اتمیشون یا همه اهدافی که این آقایون داشتن، احتیاج به قول شما احتیاج به پول کش و پولی که جای ثبت نشه در 4 گوشه دنیا داشتن. و خب این شیور آقایون بعد از اینم که سپاه پاسداران وارد مسائل اقتصادی شد، از لحاظ امنیتی و پوششش هم نقطه مثبتش برای جمهوری اسلامی این بود که آقایون در انواع اقسام اهدافی که در 4 گوشه دنیا و منطقه داشتن، نقشی موازی دولت داشتن و انواع اقسام ماموریت هایی که سپاه قدس در حالا زمینه انواع اقسام وسایل اتمی که لازم داشتن، یا نمیدونم ترورای سیاسی یا صادرات ترور و ارتجاع و بنیادگرایی که میخواستن به دور دنیا داشته باشن، از وقتی که این سپاه وارد مسائل به اصطلاح فعالیت های اقتصادی داشت دیگه، اگر مسافرتی یا هر هدفی یا هر پوششی به هر نقطه دنیا که میخواستن انجام بدن، احتیاج نبود که وزارت خارجه رژیم بخواد بیاد برای تک تک این آقایون پاسپورت‌های سیاسی مثل سابق صادر بکنه، یا اگه گرفتار میشن وزارت خارجه بخواد مسئول رفت و آمد اینا باشه. و خب حالا غیر این که مسائل رفت و آمدیشون اینطوری با ایجاد شرکت‌های پوششی اقتصادی حل کردن، از اون طرف هم برای نیازهای مالیشون هم این
پوشش اقتصادی زمینه بود که بتونن همه این اهداف پنهانی رژیم ها در سرتاسر دنیا انجام بدن و حتی برای دور زدن تحریم ها نمیدونم یا جایی که به قول شما هر جایی پولا رو تخت کرده بودن اینا همه میومد تو دل این سفره که نهایون ایجاد کرده بودن. و حالا چه این داستان بابک زنجانی چه کسانی که قبل از اینا بودن چه کسانی که میتونن در آینده باشن همه اینا با این روش کار میکردن و موقعی هم که دست آقایون رو میشه خب شیوهشون مثل زمان رفسنجانی یا بعدن توی کیس های مختلفی که پیش اومده دیدیم موقعی که دست آقایون رو جای رو میشه یا به هر صورت به بخشش باید اعتراف بکنن میان امثال بابک زنجانی یا بقیه رو میان جلوی صحنه قرار میدن و به جای اینکه به طور مثال خود جمهوری اسلامی حالا دولت یا دولت موازیش دولت جناب رهبر بیاد مسئولیت قبول بکنه امثال بابک زنجانی ها به عنوان فرد شماره یک تا اون بالا کشیده میشن و کاتگوزاتر این افراد شکسته میشه. این یه شیوه شناخته شده است و خب وسایل کارش هم مشخص بوده. اینه که حتی این اقتصاد خاکستری یا سیاه که اینا دولت به هر صورت سالهای سالی که ایجاد کرده این هم هدفدار بوده. بسیاری پولاست بسیاری نمیدونم اهداف آقایونه که در چارچوب بودجه های رسمی نمی گنجه و باید بیاد یه دولت موازی اینا سازماندهی بشه و الان دیگه خب تصور بفرمایید با این شرکت هایی که سپاه قدس اومده در پوشش های مختلف درست کرده و دنیا و دولت ها هم همه میشناسن دیگه. حالا خوشبختانه من فکر میکنم یعنی احساسم اینه داره به ته تاریخ میرسه، یعنی همه شیوه هایی که آقایون میخواستن به کار برن حالا به کار بردن، شیوه ها شناخته شده است، دستا رو شده و حتی انواع اقسام کارتایی هم که میخواستن در منطقه بازی کنن بازی کردن، یعنی دیگه در سوریه، عراق، افغانستان، جای دیگه چیزی برای خرابکاری وجود نداشته که آقایون انجام نداده باشن. فقط مونده خدای نکرده اگه اینا مثلا به بمبای کثیف اتمی یا کلاک‌های هسته‌ای برسن که امیدوارم به اون نقطه نرسه. بسیار ممنونم ازت، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. مرسی. عرضم به حضورت که عرض میکردم خدمت شما پرت میشیم از موضوع پرت میشیم میفتیم بیرون. چه باید کرد؟ تو همین ماجرای این نوار ویدیو بازم باید سپاس داشت از کاوه نازنین در سایت مردم ریپورت دات نت خودش، این جوان کوشش میکنه یک سایت شست رفته درست بکنه و اخبار رو دقیق اون تو قرار بده، ویدیوها رو قرار بده و باید ازش قدردانی کرد. چند تا موضوع اشاره میکنه. یکی وضعیت خزانه دولت خالی است، واقعا خالی است، واقعا خالی است، پول نداره. این فضاحتی که به بار آورده در مورد این همون حرفای یارو بود که وقت قدنامه بده قدنامه دونت پاره بشه، این اون تفکره، این تفکر حاکمه اونجا، برای اینکه این که ضرر نمیکنه که این مرغ و پلوش برقرار است، سفر به اروپاش برقرار است، این که ضرر نمیکنه از این کار که این مردم ستم کشیده هستن که تو این بازی متضررن. طبقه متوسطی در جامعه ایران دیگه وجود ندارن، همه فقیرن، یه قشر پول دارن، اعظم مردم فقیرن. 3 میلیون آدم در ایام عید رفتن به ترکیه، 3 میلیون آدم رفتن ترکیه، 1000 دلار بده بلیط هواپیماتو میدم، هتلم میبرمت. در ترکیه هم که میدونی راست بر این است که هتل‌ها
24 ساعت در خدمتن، نهار شام صبحونه مشروب هر چی بخوای مجانی، اتاق بگی بقیهش در اختیارته، راکی بخور تا خرخره. از جهنم فرار کردن یه هفته، بعد چی؟ دوباره برگردیم جهنم. خزانه دولت خالیست. تو ماجرای خبرهایی که براتون گفتم، یکیش ماجرای کرسنت بود که الان داری میبینی، که بهت میگم ما از سپتامبر ماجرای کرسنت رو شروع کردیم، راجبش حرف زدیم، تیکه تیکه گفتیم، تو 16 دسامبر تو نواره میگیم که این چجور این پولو گرفته، باید تحویل اون بده، 8 میلیارد رو باید تحویل بده. در مورد بحث توافق که میگه من توافق کردم، توافق میکنیم 6 ماه دیگه 3 ماه دیگه، میدانن اینا که در این توافق، گوش بده ببین چی دارم بهت میگم، در این توافق چیست، چه میگه؟ میگه آقا شما برید تا این 5% قبوله، برید 5% رو برای خودتون بسازید، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی من نمینویسم این تو که you have the right to نمیدونم enrich uranium فلان، اینو برات نمینویسم، ولی برو بکن تلویحی چیزی رو کاغذ نمینویسم بدم دسته به عنوان حق، بگم این حق شماست، نه حقی نیست، ولی برو انجام بده، 5% ما چشمون هم میزه. که راجع به این موضوع است که عربستان سعودی و اسرائیل اعتراض داره، میگه آقا یعنی چی تلویحی، چی آقا من باید بکنیم، این نظام قابل اعتماد نیست، من کلیه فعالیت های هستی، یعنی چی به 5% غنی کنه، چی باید غنی کنه، به چه دردش میخوره، چی میخواه بکنه با 5%، چقدر میخواد برای تحقیقات آزمایشگاهیش؟ امروز اعلام کردن یه عده دانشجو رو در نروژ از دانشگاه بیرون کردن، شما برید پیکارتون، شما نمیدید اینجا درس بکنید، شما مدید تکنولوژی رو بدوزی، تکنولوژی مخرب رو بدوزی بر ایران، هما به تو امکانه چنین چیزی رو نمیدی. برو تاریخ جغرافیا بخون، برو یه چی دیگه بخون. تو متالوژی اینا رو میتونی بخونی، اینو نمیتونی بخونی. تو علوم هسته‌ای نمیتونی شرکت کنی، اینا رو نمیتونی بخونی. فضاحت این برای جامعه. علم یه چیز جهانیه، متعلق به عموم است، مربوط به یک گروه خاص نیستش که، یعنی چی تو بخون من نکنم. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه نظام حاکم چنین تصویر اهریمن رو به جهان نشاد، تصویر اهریمن رو از خودش جای گذاشته، بنابراین به این اهریمنکا راه نمیدهد. دیگری این ماجرای ویزای این یاروه که گفت دوباره اشاره کرد، این ماجرای ویزا ماجرای کهنه است، ماجرای نو نیست. هم فرانسه میدونست، هم ایتالیا میدونست، هم آلمان میدونست، هم انگلستان میدونست، هم آمریکا میدونست ماجرای آقای ابوطالبی رو در ماجراهای ترورهای نقدی و غیره در اون مملکت ایتالیا. این یه رذلیه، یه اهریمنیه، مثل اوسه موسویان، یه جنسن، شاگردا و نوچه های شیخ اکبر رفسنجانی هن. یک علاقه مزقه، یه اهریمن، به درستی به یاد دارم که تو ماجرای 88 در عنفوان پیدایش تلویزیون میهن، میهنیار نازنین ما، این انسان فاضل آقای ساسان اومد به ما گفت که تا زمانی که عمامه بر سر رفسنجانی است، این وطن وطن نشود. اینا نوچه های اینا.
در عصر رفسنجانی است که امروز تو ازش افتادن جلوی که آقا این خیلی مرد خو اصلاح میخواد بکنه. چه درود بر دکتر اسماعیل نوری علم، این مرد چه زحمتی میشه که کلمه رو به ما بیاموزن، بگی آقا اصلاح طلب یعنی چی؟ چرا اون میگه به ساختار دست نزنیم، ام القوانین قانون اساسی رو تغییر نمیتونیم بدیم، ندین دستمون نزنیم بریم دولت رو عوض کنیم. در پی تغییر دولته، در پی تغییر ساختار نیست، در حالی که این نظام ساختارن دوچار مشکل است. این شترمرغیست که نه پرواز میکنه نه بار میبره. خب نمیشه بهش بگی که بپرکه، به شتر که نمیشه بگی بپرکه، ساختارش بهش اجازه نمیده، به مرغ هم نمیشه بگی بار ببر، ساختارش بهش اجازه نمیده، فیزیکش چنین چیزی رو نمیپذیره. ماجرای این ویزای این مرد که او این از پیش اتفاق افتاده، روحانی به اون یکی خزایی گفت بیا تهرون، اینه مخواهم جد بفرسته. یه آدم دیگه، همین یارو قشقاوی و همین عباس عراقچی، اینا جنایتکارایی هستن که در اسکاندیناوی جنایت کردن. عباس عراقچی جنایتهایی رو در ژاپن صورت داده، پولهایی رو جابجا کرده، چقدر تریاک و مواد مخدر از طریق فرش فروشای ژاپنی وارد مملکت ژاپن کرده، از اونجا توزیع کرده به اروپا و این برون بر. همه عباس عراقچی، همین که میخواد جای این یکی بیاد. تا هفته پیش بالاخره با اشاره، با موافقت دستگاه ادمنستریشن، کاخ سفید و وزارت خارجه، مجلسین آمریکا رای دادن که آقا بیا همچه آدمی ما ویزا نمیدیم، توهینه. تحت قالب چی؟ که این در ماجرای گروگانگیری بود و گروگانگیری یه خاطره بده در اعضان آمریکا. آمریکا چه یادش، مردم چه یادشونه یکی تو ماجرای این بوده؟ از کجا میدونی این تو ماجرا بوده؟ اون میدونه، مردم نه. ماجرا خیلی ساده است. امروز دوباره یه در تو تایلند گرفتن، دستگاه امنیت اسرائیل رد زده، در تایلند 3 نفر رو پیدا کردن گرفتن در ارتباط با حزب الله. حزب الله یعنی کی؟ یعنی ایران. توضیح کنید این برنامه ها رو، پخش کنید بین دوستانتون، بذارید بچرخه، بذار ببینن، بذار بیشتر بفهمن. شاید یه دلسوخته یه جای دنیا باشه که دمش گرم باشه و دم مسیحای او کاری انجام بده. توضیح کنید این برنامه ها رو، پخش کنید. پخش کنید اینا رو، پخش کنید، توضیح کنید بین دوستانتون. کجا رفت این عکسه؟ اینم یادگاریست از اسفندیار منفردزاده نازنین. یه بار توی برنامه اینجا برای ما تعریف کرد که یک کاریکاتوری رو دیده و کاریکاتور رو تعریف کرد و بعدم برای ما فرستاد. آدم قرق داره میشه تو آ، یه عده بیرون واسه موبایلش رو فیلم میگه، عکس میگه، خبر قرق شدن یارو رو میدن. این به خودش میگه من فعال سیاسی هم وقت
این به خودش میگه من فعال سیاسی. پول نداره، رفته گریه کرده، از شیخ اماراتی پول گرفته، همین که ظریف پیروز رفته بود پیشش، شیخ محمد. حاکم دبی. اینا اصلا وجود نداشتن. نمیخوام برگردم برم از اون مزخرفات بگم که تو دوست داری، من اهلش نیستم، من تلخم، اصلا شیرین نیستم. اینا وجود نداشتن. اینا تا چندی الان 2000 و چند 14، این 14 سال، اونم 30 سال میشه 44 سال، 45 سال پیش از همچی کشورهای وجود نداشتن. تو سالهای 60 اصلا اینا رو نداشتیم ما. اینا در سالهای 70 یکی سر برآوردن، شیخ فلان اینا، به وسیله محمد رضا شاه با پول مردم ایران. جیرخارای ایران بودن اینا. اینکه این یارو قابوس میدوه میره میاد، برای اینکه حکومتش رو، حکومت پدرش که به این برس رسیده، مدیون ارتش شاهنشاهی ایران بوده، ماجرای زفار و مسائل. اگر نه روسا به وسیله نیروهای کوبایی خودشون اونجا رو خورده بودن، و مثل یمن که خوردن اونجا رو میخوردن و میرفتن. درخواست ابراهیم یزدی از مردم ایران و درخواست ما از ایشان. ابراهیم یزدی و حزبش، یعنی نهضت آزادی، در بیانی از مردم ایران خواستند که برای کمک به دولت حسن روحانی داوطلبانه از دریافت یارانه ها انصراف دهند. گرچه درخواست ابراهیم یزدی غیر عملی و خنده‌دار است، اما میتوان از آن برداشت کرد که ایشان شدیداً نگران شورش عمومی و سرنگونی جمهوری اسلامی در صورت قطع یارانه ها هستند و با این بیانیه خواستن در آرام کردن جامعه پس از برداشتن یارانه ها کمک حال رژیم باشد. البته ابراهیم یزدی یادش رفته که این پول ناچیز جایگزین قطع یارانه های غیر مستقیمی است که بیشتر بر روی کالاهای اساسی سوق به مردم پرداخت میشه. بنابراین بهتر است ایشان از دولت به قول خودش تدبیر و امید بخواهد تا قیمتها را به گونه‌ای داوطلبانه به 8 سال پیش برگرداند. به هر روی ما نیز در برابر درخواست ابراهیم یزدی چند درخواست از ایشان داریم که اگر آنها را داوطلبانه انجام دهد بسیار سپاسگزاریم. از نقش دلال جمهوری اسلامی و آمریکا داوطلبانه انصراف دهد. یک بار برای همیشه این قده پروستاتشون رو داوطلبانه جراحی کنن تا مجبور نباشن برای معالجه و مرتب بین ایران و آمریکا در حال رفت آمد باشن. از شراکت در نابودی تدریجی ملت ایران داوطلبانه انصراف دهن این نهضت آزادی ها. از بازی نقش اپوزیسیون قلابی رژیم داوطلبانه استفاده هن یا انصراف دهن. از بازی نقش زندانی قلابی رژیم داوطلبانه انصراف دهن. من یه چیزی یادم میاد، سال 2000 بود، ماجرای 1379 در ایران، در اسفند 1379 که مارمزونه، تو خونه محمد بسته‌نگار، داماد سید محمود طالاقانی
آیت الله طالقانی افطاری دعوت کرده بوده، 70-80 نفر رو امنیتی ها ریختن، پیر مردا یکی مثل محمدی اردالی صاحب کتابخونه شمس، الان این شهر کتاب رو میگردونه، شهر کتاب الان اون یه مرکزی هست، شهر کتاب بهش میگن. کتابخونه شمس یه کتابخونه بود تو شمس الاماره، همه آخونده میمدن اونجا، این دستمال یزدی هاشون هم بخچه شون همراهشون بود و از این کتاب نسیه میگرفتن، قرض میگرفتن، میرفتن میخوندن، برمیگردوندن، چه میکردن. پیر مرد رو دراز کردن بردن اینا رو زندن، گفتن تو خونه اینا تانک و توپ و اینا رو گفتن ها، از خودم نمیبافم ها، تو خونهش تانک و توپ پیدا کرده بودن. سردستشون هم آقای ابراهیم یزدی بود. ابراهیم یزدی کجاست؟ ماجرای زندانی قلابی و این پروستات و اینایی که داره تعریف کنه، برای معالجه پروستات اومده به آمریکا، برگشت تهران، میگیریم میبندیم فلان اینا، فرودگاه که رسید تاج گل بردن انداختن گردنش. آقای کروبیر هم نشست باهاش صحبت کرد، اومد بیرون گفت آقا چی گفتی؟ گفت چی، یه چای با هم خوردیم. هم آقا کروبی، همین شیخ شجاع که حرمتش واجب است، اما این نمیتونه رهبر من بشه که حرمتش برای ایستادگیش بر من سعید بهبانی واجبه، اما این رهبر من نیست که، یکی از متهمینه که منو به این روز انداخته. دوتاست، حرمتش واجب است، احترامش باید کرد به خاطر شجاعتش، به خاطر اینکه ایستاده مثل میر حسین موسوی، اما رهبر من نیستن اینا که، اینا که ناجی من نیستن که، اینا خوششون نمیتونن نجات بدن، خب ما رو نجات بدن؟ حرمتشون احترامشون بر همه واجبه، من برشون احترام قائلم، ولی رهبر نیستن، رهبر من نیست، من افسارم دست این نمیدم. گفت چی کردی؟ گفت یه چای خوردی. از بازی نقش زندانی قلابی رژیم داوطلبانه انصراف داد. اموالی را که در بهبهه انقلاب از کنسولگری ایران در آمریکا غارت کرده است داوطلبانه پس داد. میدونید چقدر این مرد اردشیر زاهدی چقدر فرش و قالی و آنتیک و اشیای قیمتی اینا تو همین سفارت نگه می‌داشت؟ چه انبار بزرگی اینا رو کادو می‌داد؟ به وسیله اون ناهیدیان که مرتکه تو این نایت کلابای چی بهش میگن؟ هوگه دنس چی اینایی که لختی می‌چرخن؟ اونجا بارتندر بود، باسبوی میکرد، بارتندر هم نبود، باسبوی بود، لیوانا رو جمع میکرد، یهو شد عابد مسلمان ها. خب انقلاب دیگه، از نوع اسلامیش شد عابد مسلمان ها، فشار دوزیدن همه اشیاء قیمتی رو، خودش این داماد دیگرش روحانی دوزیدن بردن. میگه آقا اونا رو لطفا انبار رو که در بوبه انقلاب از کنسولگری ایران در آمریکا غارت کرده است داوطلبانه پس دارد. همراه با دیگر اعضای نهضت آزادی بیل و کلنگ را بردارد و داوطلبانه خندقی را که دور نظام کندن تا کسی نتواند از دایره نظام خارج شود را پر کنند. این خبر کی بهت دادن؟ ماجرا چیه؟ این خندقه کدوم بود؟ آقای خرم از اعضای برجسته نهضت آزادی بودی، یه وقت آدم در زندانه زیر داغ و درفشه دارن میزننه، میگه آقا نوکرتم قبول،
هشتو میگی من اونو مینویسم. راست میگی. ماجرای خرگوش هستی گفت من خرسم، یا خرس هستی گفت من خرگوشم، زیر فشار کتکش داره میزن، زندانه، مشوخیه. رفت حالا اومدی بیرون، تو آلمان نشستی، های شرایط فرق میکنه با اون شرایط. اونجا یه حرف دیگه میزنی، اونجا یه حرف دیگه میزنی. نمیری تو آلمان بشینی بگی که آقا ما در حقیقت نقش خندق رو برای نظام، من به بازپرس میگم که آقا شما بی خودی ما رو چی میکنیم، ما برای شما نقش خندق رو بازی میکنیم، هر کی میخواد اینجا دره میفته تو دام ما، ما نمیذاریم اینجا بره به جمع انحلال طلبا بپیونده، اونایی که خواستار براندازی و ریشه کن شدن این فساد از ایران هستن، نمیذاریم بیمزیش تو خندق. این به اون ارجاع میده. همراه با دیگر اعضای نهضت آزادی بیل و کلنگ را بردارد و داوطلبانه خندقی را که دور نظام کردند تا کسی نتواند از دایره نظام خارج شود را پر کند، با پاسپورت آمریکایی که دارد داوطلبانه در آمریکا ساکن شود و در دولت بعدی از مردم بخواهد برای کمک به اقتصاد دولت آمریکا داوطلبانه از بیمه همگانی اوباما انصراف دهد. میخواست آقای دانیال اول زنگ زده راجع به این زندانی ها حرف بزن. امین هادوی پسر آقای محمد هادوی محمد هادوی یکی از قضات با شرف و ایران دوست بود که در ماجرای سال 42 عمر خمینی و اونجا افسری بهش کشیده زد گوشش کر شد. انقلاب که شد به عنوان یک آدم متخصص معتقد مسلمان عاشق میهن نقش دادستان انقلاب رو بازی کرد، بهش حکم دادن، همین تا وارد صحنه شد گاهی چه فضاحتیه، این چه کاریه میکنی، سریع اومد بیرون، معطل نکرد، یه ماه دو ماه که گذشت اومد بیرون گفت آقا این چیه، رب خونی گفت این کارا چیه میکنی، مرد که پسر آقای هادوی که برای دستگاه دیپلماسی خارجی اینا کار میکرد گرفتن تو همین ماجراست، تو همین کتک زدنه امروز میریزن دیگه، هر از گاهی میریزن و بنده رو در حقیقت جستجو میکنن، میخوان بگردن چیزی پیدا کنن. وحشیانه این دفعه حمله کردن، اینا هم جلوشون وایستن که این چه طرز رفتاری، این چه مدلی، آخه کتککاری و بزن بزن و خونی مالی شدن و یه در بردن بیمارستان و یه در منتقل کردن بند انفرادی، و این نشون میده که اون تو نظم وجود ندارن، هیچ اون تو وجود ندارن. چرا دل کندن از یارانه برای ملت سخت است؟ میگه به نظر میرسد تقاضای دولت از مردم برای انصراف داوطلبانه از یارانه با استقبال مواجه نشد. رفتن حکم بردن که فلان آیت الله آفت الله آیت اهریمنان که آی مسلمان ها اگه مسلمونی حرام این پولو بگیری، قشر فقیر جان دو قشر مذهبی هم
یا اونایی که پول دارن میرن به سمت خدا که خدایا پول معبه نره، یا فقیر فقیره میره به اون سمت که آقا تو رو خدا یه چاری ندارم، پناهی ندارم، به سمت تو پناه میبرم. این وسط نیست، رفته سراغ فقیرترین عنصر جامعه، بهش میگه که این حرام اگه این پولو بگیری. از یک سو نظرسنجی های اینترنتی و پیامکی در سایت های خبری آکی از عدم تمایل مردم برای انصراف، از سوی دیگر رواج پیامک های طنزگونه در مورد انصراف نشان از اصرار اغلب مردم بر دریافت یارانه و مقاومت در برابر خواست دولت است. چرا مردم حاضر به انصراف از دریافت یارانه نیستند؟ عدم تبدیل من به ما. دکتر امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس استاد دانشگاه، در گفتگو با فرارو گفت یکی از علل عدم انصراف مردم از دریافت یارانه این است که در جامعه ایران من به ما تبدیل نشده است. یعنی هنوز در جامعه ایران نفع پرستی فردی بر نفع پرستی جمعی ارجحیت دارد. به ادامه داد البته بنده منکر ارزش‌های فردی نیستم، اما معتقدم مردم ایران هنوز ارزش تبدیل من به ما را درک نکردن. حالا ببین این از کجا میخواد بیاد تو؟ درست میگه، این همونه که من میگم برای ما میهن تعریف نشده، ما در قالب قبیله قوم من اینا جا موندیم، منافع جمع رو نمیفهمی. این در حالی است که علم جامعه شناسی از ارزش تبدیل من به ما صحبت میکند و امروز ما شاهد بروز این امر در ژاپن، سوئد، انگلستان، فرانسه و نروژ هست. برای مقدم درباره علت عدم تبدیل من به ما در جامعه ایران گفت این موضوع در ایران سابقه تاریخی دارد و به اعتماد عمومی مربوط میشود. برای تبدیل من به ما ابزارها و راهکارهای زیادی وجود دارد، از جمله این که باید اعتماد در سطح عمومی، یعنی اعتماد مردم به مسئولین و برعکس، و همچنین اعتماد افقی یعنی اعتماد مردم به همدیگر ایجاد شود. و ادامه داد در طول تاریخ مردم ایران به وسیله حکومت‌های خود دوشیده شدند و عدم اعتماد فعلی مردم ریشه تاریخی دارد. لذا اجرای فاز دوم هدفمندی یک امتحان برای دولت و مردم است و اگر قول دولت در اختصاص منابع حاصل از انصراف مردم از دریافت یارانه به بهداشت، بیمه و غیره انجام شود، میتوان زمینه اعتماد مردم به دولت را فراهم کند که اعتماد میتواند در تصمیمات آینده دولت مؤثر باشد. این جامعه شناس در پاسخ به این سوال که چرا در دهه اول انقلاب رویه جمعی و توجه به منافع اجتماعی در جامعه ایران بیشتر از اکنون بود، گفت چون در طول زمان برخی مسئولین به قولهایی که به مردم دادن عمل نکردند و عملکرد آنها موجب بروز حس بی‌اعتمادی در مردم و در نتیجه بی‌توجهی به منافع اجتماعی شد. اما دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با فرارو گفت عدم انصراف مردم از دریافت یارانه میتواند دو علت داشته باشه. علت اول عدم اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت است که این امر ربطی به دولت خاصی ندارد. به ادامه داد در طول سنوات گذشته ایران با بالاترین نرخ تورم و بیشترین مقاطع رکود مواجه بوده که باعث شده مردم به صورت پایدار با مشکلات اقتصادی در زندگی خود مواجه باشند. از سوی دیگر ما شاهدیم دولت‌های مختلف در زمان انتخابات شعارهایی برای حل مشکلات مردم دادن، اما بعد از آن بهانه‌های مطرح کردند. لذا مردم به کلیت ساختار سیاسی اقتصادی و تصمیم‌گیری مدیریتی دولت اعتماد و اطمینان ندارند و این عدم اطمینان را در جنبه‌های مختلف نشان می‌دهند که یکی نقدینگی بالای 500 هزار میلیارد تومان و دیگر عدم انصراف از دریافت یارانه است. به عبارت دیگر مردم نقد خود را با نسیه وعده‌های دولت عوض نمی‌کنند. این نماینده سابق مجلس اظهار کرد، اما علت دوم این است
که متاسفانه برخی از مسئولان در دولت و مجلس هنوز در حوزه اقتصاد پوپولیستی عمل میکنن که بدترین نوع برخورد در حوزه اقتصاد است. از سوی دیگر ما اکنون شاهد نوعی دوگانگی در صحبت مسئولین درباره یارانه هستیم که مصادیق این دوگانگی بسیار است. متاسفانه قوانین مبتنی بر توسعه و بودجه کشور بند خاصی تحت عنوان مجازات آن دسته از مسئولانی که خود از قوانین تخطی میکنن ندارن و لذا میبینیم مسئولان در زمانهای همچون انتخابات به دو پهلوگویی هایی روی میآورن که بیشترین آسیب را به سیاست های توسعه کشور وارد میکنن. ولایت پیشه گفت در حال حاضر مردم از یک بابت نگران هستند و آن لحن سیاستمداران، دولت مردان و نمایندگان است که نشان می‌دهد به گونه‌ای برخی از آنها منتظر شکست اجرای فاز دوم هدفمندی هستند و سعی می‌کنند نتیجه این شکست را در انتخابات آینده مجلس به گردن دیگران بیاندازند. که باز راجع به این میان تیوی حرف زد، این بچه‌های فریاد نسل فردا اصلا یه ویدیو درست کردن که اینا چجوری خیزش کردن برای تسخیر مجلس، ولی هیچ که از زاغچه‌ای رو سر یه مزرعه جدی نگرفت. به عبارت دیگه مردم میبینن در لحن این افراد ادعای پیروزی کامل هدفمندی وجود ندارد و منتظرن تا با شکست این طرح زمان انتخابات مجلس دهم تبدیل به موضوعی شود که مقصر شکست این طرح مطرح شود. این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد در مجموع از تحلیل محتوای موضع‌گیری مقامات مختلف دولت و مجلس میتوان متوجه شد که مردم هنوز به آن آرامشی که برای انصراف از دریافت یارانه لازم است نرسیدند. و این وقتی که اونجا اون اولیه آقای امان الله قرائی مقدم تعریف میکنه که این چرا من به ما نمیشود، گفتیم که این مربوط به همین ماجراست که باز خودش تعریف میکنه، بحث بیعتمادیه. این درخت بیعتمادی رو کاشتن و با خون عزیزترین میهن دوستان، میهن یاران آبیاری کردن، آزادی رو سرش بریدن و خونش رو ریختن پای درخت بیعتمادی و این درخت سایه افکنده بکنه، بزرگ شده، تناور شده، نمیشه کندش. امکان نداره مگر اینکه ساختار نظام تغییر کنه. شانس بیاوریم ادعی باورمند به حرمت قانون بر مصدر کار قرار بگیرن و اونها بتونن یک ریلی رو، یک ترک رو درست بکنن، اینو رو اون خط ترک بندازن و این اونجوری لنگ لنگان برون. باید یه چیزی صحبت میکردم از تو اون منطقه آسیای دور، شرق آسیا و جنوب شرقش میچرخه، کار میکنه، چقدر از تایوان تعریف میکرد و میگفتش که تمام این کارخونه های بزرگ مثل موتورولا و غیره و غیره همه رفتن اونجا و اینا اونجا بزرگترین مرکز ساخت این چیپا هستن، مایکرو پروسسر. به غیر از اینتل میگو بقیه همه رفتن اونجا. بعدش پرسیدم که ماجرای سنگاپور و این توله ها اونا به کجا رسید، اونا رو چجور دیدی؟ گفت والا اشکال اونا اینه که اونا هم سر زور دوباره قرآن پخش میکنن و بعد وقتی یه طرحی رو میبرن با مکافاتی بودجه تعیین میکنن فلان میکنن، گروه بعدی که انتخابات صورت میگیره میاد سر کار اونو میذاره زمین و دوباره میگه اونو ولش کن بریم یه طرح خودمون رو اجرا کنیم. طرحا چی میگن؟ متداول نیست، همجوری
متناوبه، قطع میشه، متوالی نیست. اینو ول میکنه میره یه طرح دیگه، اینو ول میکنه میره یه طرح دیگه. به همین دلیل نمیتواند بشود. تایوان میشود. برای اینکه دین مین اونجا دیگه کاری نمیکنه براش. قرآن از زور براش پخش نمیکنه. مردمش به نماز نمیرن در جاوه. فرقش اینه. حالا آقای دانیال میخواست راجع به این زندانی حرف بزنه، الان میتونی زنگ بزنی راجع به زندانی حرف بزنه. چرا اینو نمیکنه؟ برای اینکه اعتماد نداره، برای اینکه دروغ میگه، برای اینکه دروغ شنیده. اصل این نظام، پایه، بنیاد این نظام بر اساس دروغ بوده. هیچی نبوده الا دروغ. دروغ گفته، از اولش دروغ گفته. بیستمین سال روز درود داریم به روان داریوش همایون. بیستمین سال روز بنیانگذاری حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات ها. 20 سال پیش پس از 2 سال تلاش هیئت مؤسسه، سرانجام در روزهای 9 و 10 ماه آوریل 1994 در شهر کلن آلمان کنفرانس مؤسس سازمان مشروطه‌خواهان ایران که بعدها به حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات تغییر نام یافت تشکیل شد و سازمانی پا به عرصه سیاسی ایران گذاشت که جای خالیان مدت‌ها بود که از سوی فرهیختگان ایران احساس می‌شد. سازمانی که بتواند ارزش‌های یک دموکراسی لیبرال را در چارچوب یک سازمان راست میانه نمایندگی کرده و نه تنها به قنای گفتمان سیاسی ایران بیفزاید، فرهنگ دموکراسی لیبرال و ارزش‌های والای آن را در جامعه ایران نمایندگی و بسط و گسترش دهد که بتواند جایگزینی برای افکار ویرانگر رادیکال از چپ و راست و مذهبی باشد. سازمانی که بتواند برای ایران فردا الگویی به دور از خشونت و بر اساس اصول لیبرالیسم ارائه دهد. 20 سال از آن روزها می‌گذرد و امروز کمتر کسی میتواند موفقیت حزب مشروطه ایران و اثر انکارناپذیرش را در طول سالها بر گفتمان سیاسی غالب گروه‌های سیاسی ایران نادیده انگارد. حزب مشروطه ایران در طول این سالها همان گونه که در خور یک سازمان سیاسی پویا و زنده است تحول پیدا کرده و بهتر شده است. اصول لیبرال دموکراسی نه در حرف و در شعار که در عمل در آن نهادینه شدند. حزب بدون عقب‌گرد و یا پوش دادن به اصول اعتقادی خود برای ساختن آینده آزاد برای ایران که بهترین راه را برای دستیابی به آن را یک نظام لیبرال دموکرات در چارچوب یک نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی شاهزاده رضای پهلوی در صورت رأی مردم می‌داند به جلو رفته و در آینده نیز به همت اعضا و باورمندانش همچنان به راه خود ادامه خواهد داد. در این راه 20 ساله حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات همواره این بخت بلند را داشته و دارد که از عضویت و همراهی مستقیم و غیر مستقیم رایزنی های جمعی از فریخته ترین فریختگان جامعه ایران بهره‌مند باشد. بزرگانی که هر یک به سهم خیش به پیشرفت سیاسی و تشکیلاتی حزب یاری رسانده و به غنای عقیدتی حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات افزودند. و یه سوال پیش میاد، پس چرا تو شورای ملی نرفتید؟ شما که در چارچوب یک نظام پادشاهی مشروطه با پادشاهی رضای پهلوی اینو راهکار میدونی، پس چرا اونجا نرفتی؟ این تناقض رو چجور حل میکنی؟ در میان این بزرگان اما زنده یاد دکتر داریوش همایون که شاید بیش از هر کس دیگری نیاز به تشکیل این حزب را احساس کرد و پایه‌های عقیدتی آن را
بنیان نهاد و هیئت مؤسس آن را گرد هم آورد و با تلاش شبان روزی خود و هیئت مؤسس توانست 20 سال پیش آن را از یک اندیشه و یک نیاز به یک واقعیت انکارناپذیر بدل سازد و در آخرین لحظات زندگی پربارش در کنار آن بماند و هر روز برای پیشرفت و باروری آن تلاش کند، از جایگاه ویژه‌ای برخورد است، بدان اندازه که نمیتوان حزب مشروطه ایران و زنده یاد دکتر داریوش و همایون را از هم جدا و بدون یکدیگر تصور کرد. دکتر داریوش و همایون دیگر در میان ما نیست، اما افکار و اندیشه های والای او انباره با ما خواهد بود و خواهد ماند. 20 سالگی حزب مشروطه ایران را به همه اعضا و علاقمندان آن و همه آنانی که دل به آینده دموکرات و آزاد و به دور از خشونت برای ایران دوختند و همچنین به هیئت مؤسس آن، بزرگانی که همراه با زنده یاد دکتر داریوش و همایون به نیاز حزب پی بردن و در تشکیل آن تلاش کردند، بزرگانی چون جناب آقای دکتر خسرو اکمل که در میان ما هستند و حزب از رایزنی های آنان بهره مند است، شاد باش گفته و یاد بزرگانی چون زنده یاد جناب اسدالله مروتی را که دیگر در میان ما نیستند را گرامی داشته، خود را مدیون تلاش‌ها و راهنمایی آنان می‌دانیم. در 20 سالگی حزب بسیار خرسندی که این سنت دیرینه بهره مند شدن از رایزنی های جمعی از بهترین و فریخته‌ترین فریختگان جامعه ایرانی همچنان ادامه دارد و حزب از رایزنی های بزرگانی چون جناب دکتر شاهین فاطمی و همکاری های نزدیک جناب دکتر حسن منصور و بسیاری دیگر از فریختگان ایران برخوردار و بهره‌مند است. به امید آنکه پیام حزب و ارزش هایی که حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات با افتخار نمایندگی میکند و با آن میبالد، هر روز بیشتر از روز پیش در جامعه ایران بست و گسترش پیدا کرده و زمینه های ایرانی آزاد در فردا ایران، فردایی که جمهوری جهل و جنون اسلامی خاطره تلخ بیش نخواهد بود، را فراهم سازد. حزب مشروطه ایران آنچنان که زنده یاد دکتر داریوش و همایون تعریفش میکرد، حزبی است برای اکنون و فردا ایران، فردایی که بدون جوانان پرشور آزاده ایران زمین معنایی نداشته و نخواهد داشت. همان جوانانی که در طول این سالها اگر در خارج از ایران بودند و می توانستند مستقیم با آن بپیوند و با آن پیوستند و با تلاش‌ها و کوشش‌های خود با آن شور و شوق و معنی بخشیدند و می بخشند و اگر در ایران بودند، گاه مخفی و گاه علنی با تشویق‌ها و انتقادهای سازنده خود به بارور شدن هرچه بیشتر یاری رسانده و همچنان یاری می رسانند و پیامش را در بین جوانان بست و گسترش می‌دهند. ما خود را وامدار این جوانان دارسته بر عهد و پیمانی که با آنان بسته این وفادار خواهیم و تا ساختن ایرانی آزاد و رها از چنگال نظام جمهوری نکبتبار اسلامی و ساختن فردایی بهتر برای آنان و فرزندانشان لحظه ای از تلاش و کوشش باز نخواهیم ایستاد. باشد که در 20 سال روز تشکیل حزب مشروطه ایران، حزب همچنان از حمایت‌های روزافزون جوانان ایران زمین چون گذشته بهرمند بماند. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. به هر حال اینم اعلامیه حزب بود که فکر کردم که باید بخونیم برای شما، برای ما فرستادید، ما هم برای شما خواندیم و دیگه بقیهش به عهده شماست و قضاوت شما. باز برگردم به این ماجراها و در ایران و این وضعیتی که هست. مثلا همین یارو مرتکه اسمش چیه میخواین بیان اینجا، طالبی، حمید طالبی، اگه بری تاریخچه زندگی اینو بخونی، یعنی این همه اش تو مراکز مطالعاتی بودن. ما این همه مطالعه میکنه، پس نمودش کو، برش کجاست، ثمرش چیست؟ این همه مطالعات استراتژی، استراتژی مطالعاتی، مطالعات تحقیقاتی، مطالعات فلان، و کو؟ حاصلش کو؟ پس چرا ما نمیبینی؟ نمودش در جامعه در کجاست؟ اون نمودش ما نشون بده. حمید طالبی، ببینین، اینم یه گزارشی از فاکس نیوز بود که
در ارتباط با آقای ابو طالبی بود، ولی من میل دارم اینجا یه چیزی بگم برای دوباره از اون حرفایی بزنیم که خیلی ها خوشایندشون نیست، ولی بعدن اینا میاد توی بازی، یعنی اینا بعدا مثل این یکی که ماجرای کرسنت رو که ما گفتیم الان داره میگه، تو مجلسشون داره بیانش میکنه. واقعا چی اتفاقی داره میفته تو مملکت ایران؟ این ماجراها چیست؟ این بازی ها چیه که اینا در آوردن؟ چی کار میخوان بکنن؟ چه هدفی رو اینا دنبال میکنن؟ و این در حقیقت تحریک کردن چه قصد و غرضی دارد؟ گفتیم که اینو همه میدونستن، ماجرای ابو طالبی رو دستگاه امنیت میدونستن، این بازی رو آمریکایی ها میدونستن، آلمانی ها میدونستن، فرانسوی ها میدونستن، ایتالیایی ها میدونستن، انگلیسی ها میدونستن. و وقتی که این مرد خزایی رو گفت برگرد تهران میخوام اینو برات بفرستم، میگه آقای عراقچی این وسط مشت اونده، در حالی که هم چیزی نیست. عراقچی یه عنصر فاسدتر از اون یکیه، اون عضو رسمی سپاه. تمام این بازی، این توافق 3 ماه دیگه امضا میشه، 6 ماه دیگه میچرخونم، من فلان میکنم، اون میگه آقا خونه نمیدونم اونو کشتی، روشن رو نمیدونم خاموش کردی، از این حرف رو میزنه، قصدش انحراف افکار عمومی، در جهت تنویر افکار عمومی داره سیاد میکنه. او میداند که هیچ راه دیگری براش باقی نمانده است، هیچ راه دیگری نداره، همه اینا سیاس. اون بهش گفته که، اون گفته من این پلوتونیومو کم کردم، اون بهش گفته که تو بایستی این آب سنگین رو تبدیل کن به آب سبک، من بهت امکانات میدم، ماشینالات میدم، تخصص بهت میدم، عمر رو بهت میدم، اینو بکن آب سبک. عربستان و اسرائیل میگه اصلا این حرفا چی بهش میگن؟ بگو آقا تعطیل کن، جمعش کن، هره جمعش کنه، هره نیستش که اینو این بازی رو ادامه بده. اون میگه من نمی نویسم برای تو که تو حق تو غنی سازی، من تو پروتکل نمی نویسم، ولی تو برو 5% غنی سازی بکن، من چیز بهت نمیگم. همه اینا، همه اینایی که داری میبینی، 3 موضوع اصلی وجود داره. نظم جهان در حال تغییره. شما نگاه میکنی میبینی که عربستان سعودی و اسرائیل چگونه به هم نزدیک میشوند، خطر رو حس کرده، بهش نزدیک میشه. تغییراتی که در دولت عربستان داره صورت میگیره، هیچکس اصلا اینا رو راجعش حرف نمیزنه. سلطان بندر یه مرد قویه، دستگاست، شاهزاده است، از آل سعودن، اینا میرن پشت صحنه میشینن. حالا چرا داره این تغییرات در اونجا اتفاق میفته؟ چه دلیلی بر این تغییرات وجود داره؟ آدمایی رو میاره میذاره جلوی صحنه که سخت مخالف اوباما هستن، داره تغییر میده، نظم دنیا داره عوض میشه، شکلش داره تغییر میکنه. دکترین اوباما که اسلامی ها رو کرواتی هاشون رو بیاریم سر کار، همچنان اون دکترین داره کار میکنه. در مصر شکست خورده، در مصر تلاش کردن نشد، سعودی ها به سرعت رفتن اونجا، ولی میگم نه، بریم دنبال این مسلمان ها رو، ولشون کن، بذار برن برای خودشون یه چی درست کنن.
ماجرای عبدالله عبدالله در افغانستان، یعنی همون چیزی که عربستان سعودی ازش اجتناب میکرد، رفت سفر کرد، رفت به پاکستان، در اونجا پول داد، چند میلیارد پول گذاشون وسط، 3 میلیارد چقدر بهشون پول داد، گوه آقا یک کاری نکنید که در خلأ خروج نیروهای خارجی از افغانستان شرایط مثل عراق پیدا بشه که دست همسایه در اونجا دراز باشه، یعنی محصولش ایرانه. نظام جمهوری اسلامی یک نظامی است که به بن‌بست خودش رسیده. این بحث بن‌بست با اون که اون یارو تعریف میکنه میگه آقا این فروپاشی اقتصادی، این دوتاست، این اصلا ربطی به اون نداره، این فروپاشی اقتصادی نیست. اون چیزی که نظام اهریمن ازش وحشت داره قیام و شورش مردمه، قیام و شورش گرسنگان است. شما به زودی شاهد این داستان خواهی بود که تنگنا این حلقه اونقدر بر این مردم تنگ خواهد شد که مردم دیگه مثلا پول برقشو نمیده، پول آبشو نمیده، پول گازو نمیده، پول اونو نمیده، پول بانکو نمیده، پولا رو نمیدن مردم، ندارن که بدن، کجا بیارن بدن، ندارن بدن. شما نگاه کنید مثلا تو برزیل سنت این برونور میشه مردم ها میرزن تو خیابون، تو ایران یه مرتبه بنزین میشه 1000 تومن هیچ تکون نمیخوره، برای اینکه مستعصله، نه اینکه نفهم باشه، مستعصله، رای به جایی نداره، ولی میشینه، این میریزه، این قابلیت دوام و بقا نداره، این نمیتواند با این شیوه ادامه پیدا کنه، این میشکنه. از حقوق 12 میلیون تومانی تا اخراج 12 نفر از کارکنان دانشگاه شمال آمول، کارکنان دانشگاه شمال طی نامه‌ای سرگشاده خواستار عزل و تغییر مدیریت این دانشگاه به دلیل سوء استفاده های شخصی وی شدند. در هفته گذشته بلاغ خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه کارکنان دانشگاه شمال آمول به دلیل اعتراض به کسر حقوق خود و حذف و قطع سنوات کارکنان در جلوی ساختمان اداری این دانشگاه تجمع و تحصن کرد. این تجمع با وعد و وعیدهای مدیریت دانشگاه ساعتی بعد پایان یافت، اما به نظر می‌رسد این ماجرا همچنان ادامه دارد و شکاف بین کارکنان و نارضایتی آنان از مدیریت دانشگاه بسیار عمیق‌تر از آن است که به چشم می‌آید. گویی مطالبات قانونی کارکنان این دانشگاه علی‌رغم وعده‌های رئیس دانشگاه شمال محقق نشده و این بار کارکنان این دانشگاه نامه‌ای سرگشاده نوشتند و در این نامه خواستار عزل و تغییر مدیریت دانشگاه شمال شدند. معترضین به مدیریت دانشگاه معتقدند که دانشگاه شمال از اهداف اولیه خود، یعنی عام المنفعه بودن آن هم در زمینی که متعلق به بیت المال یعنی محیط زیست است، فاصله گرفته و تبدیل به یک ماشین چاپ اسکناس برای مؤسسین و تحصیل منافع شخصی شده. در این نامه از فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان خواسته شده که نسبت به تهدید به اخراج کارکنان از سوی مدیریت دانشگاه که حداقل در سال گذشته حدود 12 نفر اخراج و عده‌ای از بستگان آقای رئیس استخدام شدند پیگیری نمود. و همچنین از حقوق 12 میلیون تومانی مدیریت دانشگاه علی‌رغم حضور کم وی در دانشگاه تحقیق و تفحص صورت پذیرد. گفتنی است دانشگاه شمال آمول یکی از متمول‌ترین دانشگاه استان و کشور باشد و استاندار مازندران و اکبر ترکان معاون رئیسشون و نماینده وزیر علوم عضو هیئت امنا و هیئت مؤسسه این دانشگاه است. اکبر ترکان یه فاسدی که از روز اول تو این نظام مشغول چپاول بوده. تجمع کارگران شهرداری شادگان در اعتراض و عدم دریافت حقوق عیدی. کارگران شهرداری شادگان در اعتراض و عدم دریافت حقوق عیدی سال 92 و 93 دست به اعتراض زدند.
به گزارش 26 فروردین فارس در تجمع کارگران شهرداری شادگان حدود 50 نفر از مجموعه شهرداری به نمایندگی از سایر کارگران وضوح پیدا کرد. حقوق‌های معوقه کارگران شهرداری شادگان موجب اعتراض کارگران شهرداری و درخواست مکرر آنها برای ستاندن حقوق عیدیشان است. حقوقش رو بده. از ماجرای رفتن سعید جلیلی به دانشگاه امیرکبیر هم که خبر داری دیگه. بچه‌ها رو دوباره عمر رو دراز کردن، احضار کردن کمیته، بیا بریم ببین چی میگن. تجمع اعضای 36 تعاونی و تشکر خریدار زمین از وزارت جهاد کشاورزی و نیرو. ادامه تجمع بازرسان وزارت صنعت مقابل مجلس. این نشان چی میده به شما؟ جمعی از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان صبح امروز در مقابل مجلس تجمع کرده. به گزارشش 26 فروردین خبرگزاری مجلس، یکی از تجمع کنندگان گفت وزارت صنعت و معدن از مهر ماه سال 87 برای بازرسی و نظارت بر قیمتها اقدام به جذب حدود 3000 نیرو در قبال طرح تشدید بازرسی و به صورت شرکتی با قرارداد موقت کرد. در سال 90 بر اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری، تمامی پرسنل در قالب قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شد. اما در روزهای گذشته معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری با نامنگاری‌هایی که با کلیه سازمان‌های زیرفت استانی داشته مانع از تمدید قراردادها شده و خواهان بازگرداندن مجدد شرکت‌های واسطه پیمانکاری جهت عقد قراردادهای شرکتی شد. فقره. بعد یاره مرتکه بلندشه رفته اونجا در سیستان و بلوچستان میسازم، تو معدناتون را میزن، اونا اینجوری میکنیم، اینا اینجوری میکنیم، و شما اصلا نگران من درست میکنم دیگه، همش من درست میکنم. این برای اینکه شما رسانه نداری برادر عزیز دل، برای اینکه رسانه شما به موضوعات اصلی نمیپردازن، نمیگه که تو این ماجرای این مرد که نقدی سازمان مجاهدین چه نقش کلیدی رو بازی کرده، فشار آورده، نه اینکه آمریکا نمیدونسته، ولی فشار آورده، لابی کرده، رفته اون تو. اینجوری نیست که، این یارو قاتله، تو قاتله داری میاری اینجا. همین ویدیویی که پخش کردیم میگه بر طبق گزارش فاکس نیوز، حمید ابوطالبی طراح قتل محمد حسین نقدی بود که در ایتالیا در سال 93 کشته شد. محمد حسین نقدی یک دیپلمات برجسته جمهوری اسلامی بود که تا سال 82 سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا بود که به ایتالیا پناهنده شد، یعنی همون اوائل انقلابه، و به عضویت سازمان مجاهدین درآمد. پناهندگی محمد حسین نقدی به ایتالیا و ملحق شدن وی به سازمان مجاهدین ضربه اسفناک و جبران ناپذیری برای حکومت اسلامی تلقی شد، به طوری که کشتن وی در دستور کار حکومت قرار می‌گیرد. نقدی تا زمان قتلش رئیس قسمت شورای ملی مقاومت در ایتالیا بود. بخش پارلمانی حقوق بشر انگلیس در سال 96 جمهوری اسلامی را مسئول قتل نقدی دانست. پس اینا می‌دونستن، پس انگلیسی ها میدونستن، ایتالیایی ها هم که میدونستن. مجری تئور محمد حسین نقدی حمید پرنده بود که از نزدیکان علی اکبر ولایتی بود و ابوطالبی وی را با پاسپورت دیپلماتیک به ایتالیا آورد و اجرای ترور را به وی واگذار کرد. ابوطالبی برای ردگم کردن چند روز قبل از عمل ترور به تهران میآید، در نماز جمعه شرکت میکند. علارغم این تلاشات دادگاه جنایی روم در سال 2008 نقش ابوطالبی را به عنوان عامل اصلی در این جنایت ثبت کرد. پس این دادگاه عالی روم هم نقش اینو ثبت کرد. پس ایتالیا هم میدونست. ابوالقاسم مصباح یکی از مقامات برجسته امنیتی جمهوری اسلامی که در سال 96 به آلمان پناهنده شد، در مصاحبه‌ای در آلمان برملا ساخت که مأموریت قتل حسین نقدی از تهران به ابوطالبی داده شده و به وی گفته شده که این یک فتوای اسلامی است. دادستان ایتالیا گزارش مصباحی را یک شهادت مورد قبول قرار داد. ابوالقاسم مصباحی همون ماجرای شاهد سیه
که ازش به عنوان شاهد 30 نام میبردن تو ماجرای میکنوس، که این وقتی میاد میره سراغ بنی سعد، بنی سعد میره به دادگاه و شروع میکنه گفتن، ولی قاضی نمیپذیره، میگه آقا این مغرضه، این برای اینکه رئیس جمهور بوده اونا عزلش کردن، این قرض داره، این نمیتونه آدم درستی باشه. بنی سعد ابوالقاسم مصباحی رو وامی داره که بیاد در دادگاه شهادت بده. ابوالقاسم مصباحی به عنوان شاهد 30 در دادگاه شهادت میده. پس آلمان هم میدونه، با ایتالیا هم میدونه، با انگلیس هم میدونه، با فرانسه هم میدونه. مصباحی از مقامات عالی رتبه امنیتی بوده که مستقیما به رفسنجانی گزارش میداده. وی مطرح کرده است که حاضر است در دادگاه حاضر شود و به ترورهایی که رژیم اسلامی مرتکب شده شهادت دهد. ابوالقاسم اسلامی که در حال حاضر در آلمان زندگی میکند، در مصاحبه اخیر خود عنوان کرد که بمبگذاری سقوط هواپیمای پنم 103 در سال 88 زیر سر جمهوری اسلامی بود که توسط عبدالبسط المگرهی مأمور امنیت لیبی اجرا شد. و آمریکا نمیدونست این یارو اینجا این کار است؟ همجوری یعفه بلند شدن، حالا اومدن میگه آقا این من فلانه. نمیدونه. چرا نمیدونه؟ این گزارش رو با هم بشنویم. همزمان با نشستی که در ژنو درباره اوکراین جریان داره، ولادیمیر پوتین هم در تلویزیون روسیه در واقع یک برنامه پرسش و پاسخ داشت. از جمله آقای پوتین گفت که روسیه بین 30 تا 35 درصد گاز مورد نیاز اروپایی ها رو تأمین میکنه و بعد صریحا گفت که اروپایی ها ناچارند این گاز رو بخرند. آقای دکتر مظفری، آیا ولادیمیر پوتین از این طریق داره رک و راست به اروپایی ها میگوید که شما هیچ کاری نمیتونید بکنید؟ پوتین میدونه که در حال حاضر نه تنها همینطور که شما فرمودید حدود 30% از گاز اروپا از طریق روسیه تأمین میشه، بلکه اگر مجازاتی بخواد انجام بشه از طرف اروپا، در واقع این مجازات تسری پیدا خواهد کرد به خود اقتصاد اروپا، و این هست که کشورهایی به خصوص مثل آلمان اینها خیلی مردد هستند در اینکه واقعا این مجازات ها رو اعمال بکنن، با توجه به نزدیکی صدر اعظم مرکل به ولادیمیر پوتین. همینطور که استشهاد دارید، پوتین سالها کارمند عالی رتبه سرویس جاسوسی شوروی در آلمان شرقی بود و خانم مرکل هم شهروند آلمان شرقی است که به زبان روسی هم مسلط هست. از این گذشته صدراعظم گذشته آلمان آقای شرودر در واقع مشاور عالی رتبه گازپروم و همدست آقای ولادیمیر پوتین هست. آقای دکتر، برگردیم به بحران اوکراین. پوتین توضیح داد امروز در حرفاش که به هر حال یکی از دلایل واکنش روسیه گسترش سازمان ناتو بوده. پوتین در واقع میگوید که گسترش ناتو روسیه رو از حوزه دریای سیاه منزوی کرد، و بعد میگوید وقتی یک ساختار نظامی مثل ناتو به مرزهای شما نزدیک میشه، شما ناچار به واکنش هستید. آیا این توجیه پوتین به نظر شما منطقی و واقع بینانه است؟ در این شک نیست که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای نه تنها اروپای شرقی بلکه به خصوص کشور بالتیک که در اونجا اقلیت‌های روسی متنابع هست، این هست که این سه کشور هم بلافاصله به ناتو پیوستند و میشه گفت که این حوزه ناتو
در اروپا دو برابر شد و به حد مرزهای اوکراین رسید که نزدیک به روسیه است. این درست است، ولی این کشورها خودشون و از طریق دموکراتیک خواستن به ناتو بپیوندن. ولی مسئله اساسی به نظر میرسه که همینطور که آقای پوتین امروز برای اولین بار یک اصطلاحی رو به کار برد و گفت روسیه نو، به این عبارت که اون روسیه که توسری خورده و از پاشیده شده دیگه با اون روسیه که تکدی میکنه برای اینکه عضویت پیدا بکنه در سازمان تجارتی جهانی یا در گروه 8 دیگه اون روسیه نیست، یه روسیه نو هست. و این اصطلاح روسیه نو به نظر من تاریخی خواهد بود، یعنی اینکه ما امروز قادر هستیم که نه تنها استقلال و موجودیت خودمون رو به طور سرفرازانه انجام بدیم، چون باید توجه داشت که نه تنها دولت روسیه و مردم روسیه هم در واقع یک نوع سربلندی، احساس سربلندی احساس میکنند و این عواطف ناسیونالیستی رو پوتین خیلی خوب توانستند اینها رو برانگیزانند. یعنی در واقع یک برگشت به دوران تزار. به طور خلاصه میشه گفت که این مطامع آقای پوتین قاعدتاً به همینجا و با انضمام کریمه به روسیه ختم نخواهد شد، بلکه آقای پوتین و یارانش نقشه های بزرگتر و وسیع‌تری در سر دارند. آقای دکتر، الان اروپایی ها و البته آمریکا فکر میکنید در مقابل این خواسته های پوتین برای ساختن روسیه نو به قول شما چیکار میتونن بکنن، آمریکا یا اروپای غربی؟ آمریکا و اروپای غربی هم به نظر من به این نتیجه رسیدن که کار اساسی بنیادی در برابر خط مشی جدید روسیه ندارند. به همین خاطر دو کار رو اینها آقای اوباما و رهبران اروپا در پیش گرفتن، یکی تهدید به مجازات‌های اقتصادی که همینطور که صحبت کردیم این مجازات‌ها دو سر هست، مسئله دیگه مسئله مذاکرات دیپلماتیک است که در حال حاضر در ژنو در حال انجام هست و آقای پوتین هم گفت که این مذاکرات بسیار مهم هست، منتها مهم هست از نظر اون به این معنا که این دول غربی این خط مشی جدید و این روسیه نو رو به رسمیت بشناسند. اگر این توسعه طلبی روسیه ادامه پیدا بکنه، خواهناها خواسته های اقلیت روسی در این سه کشور بالتیک هم افزایش خواهد یافت و چه بسا که ما باز برگردیم به اون دوران استالین که حتی فنلاند رو هم میخواست جزو روسیه بکنه. یعنی در واقع شما خودتون فکر میکنید که دیگه اوکراین عملا وارد حوزه نفوذ روسیه خواهد شد و دیگر اروپایی ها نمیتونن دوباره اوکراین رو برگردون، بگیم البته اگر بشه گفت برگردونن. پیشنهاد روسیه این است که یک دولت فدراتیو در اوکراین برقرار بشه. در واقع دولت فدراتیو یعنی اینکه اوکراین شرقی یک حکومت خودمختاری داشته باشه و این حکومت خودمختار تاریخ هم نشان داده کم کم این میتونه اختیارات بیشتری به دست بیاره و در واقع یک نوع الحاق غیر رسمی به روسیه. این خواسته روسیه هست. آیا اروپایی ها چه خواهند کرد؟ به نظر من در حال حاضر اروپایی ها دستشون زیاد پر نیست، به جز همین مسئله اقتصادی که روسیه مسئله اقتصادی هم داره، ولی همینطور که وزیر اقتصاد روسیه گفته، الکسی کودرین میگه این بهایی است که ما برای این روسیه جدید باید بپردازیم. بنابراین به نظر نمیرسه که اروپایی ها واقعا توان اون رو داشته باشند و حتی خواست اون رو داشته باشند که در برابر روسیه عرض اندام بکنند. آقای دکتر، ظاهرا پوتین گفته است که از سرگیری روابط روسیه و آمریکا یا بگیم روند بهبود روابط روسیه و آمریکا از همون قبل از آغاز ماجرای اوکراین در واقع سخت شده بوده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ گذشته نشان میده که با روی کار آمدن آقای پوتین روابط آمریکا و روسیه رو به اصطلاح تیرگی گذاشت. در حال حاضر پوتین هیچ گونه در واقع الزامی نمیبینه که سعی بکنه که به آمریکا نزدیک بشه. آمریکا در واقع در تمام زمینه‌ها در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما در حال باخت هست. مثلا در خاورمیانه امروز
هیچ کشوری، فقط دو کشور میشه گفت که از سیاست پرزیدنت اوباما راضی هستند، یکی ایران هست و یکی سوریه. دیگر کشورها همه یا مخالف سیاست آمریکا هستند، مثل عربستان، مثل اسرائیل، مثل مصر، و یا اینکه هیچ گونه خودشون رو متعهد نسبت به آمریکا نمیدونن. در حال حاضر میشه گفت که آمریکا حتی یک متحد واقعی هم در حتی در خاورمیانه که اونجا منطقه زیر نفوذ آمریکا شناخته میشد نداره. بنابراین آقای پوتین هیچ گونه الزامی و احتیاجی به این نزدیک شدن به هر قیمت با آمریکا نداره. یعنی در واقع به طور خلاصه میخواد بفرمید که سیاست خارجی آمریکا چنین بوده که در عرصه بین المللی متحدهای خودش رو یکی یکی از دست داده. آقای دکتر، این یک بحث تئوریک بنیادی هست. آره اینطور به نظر میرسه، برای که در حال حاضر روسیه ایدئولوژی خاصی نداره و یه سیاست به اصطلاح ریالیست یا ریال پولیتیک داره انجام میده، ولی غرب همیشه این سیاست منافع اقتصادی، منافع ژئوپلیتیک خودش رو همراه با ایدئولوژی که بر دفاع از حقوق بشر، دموکراسی، همیشه این دوتا رو مخلوط به هم میکرده بدون این که توان اون رو داشته باشه و یا خواست اون رو داشته باشه، چون در نهایت همیشه باز اون منافع مادی و حیاتی و اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب بوده که دست بالا رو داشته و نه مسئله توسعه دموکراسی و حقوق بشر، حتی اگر این خواست غرب هم بوده. و ما شواهد بسیار متعددی داریم که غرب همیشه کشورهایی رو که همپیمان اون بودند و نزدیک به اون بودند و حتی از نظر اجتماعی و اقتصادی سعی کردن کشورشون رو هرچی میتونن به غرب نزدیک کنن بدون اینکه یک دموکراسی کامل و حتی دموکراسی ناقص باشن، ولی غرب در سقوط همون کشورها نقش مستقیم داشته، مثل سقوط شاه در ایران، مثل سقوط زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس، مثل سقوط حسنی مبارک در مصر، که اینها هم پیمانان و وفاداران به غرب بودند که به دست غرب اینها اصلا واژگون شدند. من ندیدم که چه در زمان شوروی و چه در زمان بعد از شوروی روسیه حتی یک رژیمی رو که طرفدار اون بوده اون رو واژگون کرده باشه و همیشه نسبت به وفاداران خودش وفادار باقی مونده. و این فکر میکنم مسئله اساسی است که غرب هنوز گرفتارش هست که نمیتونه خودش رو به اصطلاح یک خط مشی خیلی روشنی داشته باشه و این سبب میشه که حتی وفاداران به غرب هم متزلزل بشن، مثل که ما امروز میبینیم حتی رژیم عربستان سعودی هم که از زمان استقلالش نزدیکترین همپیمان آمریکا بوده در منطقه، امروز یکی از بزرگترین منتقدان سیاست آقای اوباماست. حتی اسرائیل که همه میگن دست نشانده آمریکاست، روابط خصمانه که بین آقای نتانیاهو و آقای اوباما هست، این هم هیچ گونه به اصطلاح جای خفیه نیست و همه این رو میدونن. به این حساب میشه گفت که آمریکا جز حوزه تحت پوشش ناتو و ژاپن و کره جنوبی که طبق قراردادهای امنیتی خاصی زیر به اصطلاح چتر حمایت آمریکا هستند، نسبت به وفاداران رژیم‌های وفادار خودش هیچگاه وفادار نمونده و حتی در سقوط اونها هم دست داشته، علاوه بر این که در سقوط رژیم‌های دموکراتیک هم مثل آلنده در شیلی و مثل مصدق در ایران در اونها هم دست داشته. بنابراین آمریکا یک همپیمان وفاداری نمیشه اون رو تلقی کرد، در حالی که روسیه این وفاداری رو علاوه بر این که دموکراتیک نیست و حقوق بشر در اونجا به طور کامل رعایت نمیشه و تمام این مسائل به جای خود، اما یک دولت وفاداری هست. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهدی مظفری، استاد روابط بین الملل در دانمارک. خیلی ممنونم.
البته هم نظر آقای دکتر مظفری در دانمارک بود، خیلی داغش کرد آقای مظفری، یه سر بیش از سر داغ کرد، روغن داغشو زیاد کرد. ولی خب دیگه به هر حال ماجرا تو همین رونده، روندش درسته. باز در ارتباط با همین ماجرا یک نکته ای رو به عرضت برسونم و اینم باز برای اینکه ثبت بشه، و همواره ما اینجا سعی کردیم میان تیوی در این نوع مسائل یه قدری جلوتر از سایر رسانه ها عمل کردیم. همین ماجرای این مردک ابو طالبی و این لایحه‌ای رو که سنا تصویب کرده و الان رو میز آقای اوباما است، آقای اوباما هنوز تا این لحظه این رو در حالت پندینگ نگردش، یعنی امضا نکرده، هنوز اونجا جا مونده. برای توضیح دادم که وقتی که این لوایح میاد طی شماره هایی این لوایح ثبت میشه و هر وقت که کلمه H رو در مقابلش دیدی، یعنی این مربوط است به هاوس، و هر وقت S رو در مقابلش دیدی یعنی این مربوط است به سنا. این لایحه که هفته گذشته پنجشنبه تصویب شد در ارتباط با همین موضوع ندادن ویزا به آقای ابو طالبی، نکته بسیار حساس کلیدیه. باز اینو نگرد و یه گوشه یادداشت کن برای خودت و بدان که این هنوز کسی راجبش حرف نزد، هیچی هنوز راجب این ماجرا حرف نزد. و اون لایحه هست تحت عنوان S2197، میگه که to deny admission to the United States to any representative to United Nations که در حقیقت هیچ دینای کنیم، یعنی اینکه ندیم، صادر نکنیم ادمیشنی برای اینکه بیان به عنوان نماینده‌ای to any representative to the United Nations who has been found to have been engaged in espionage activities or a terrorist activity against the فلان. ماجرا در اینجاست که این وقتی که میگه که بازم دقت کن، میگه که to have been engaged in espionage activity and terrorist activity، این کلمه اند بود در ابتدا، یعنی و این اسم نجکت عملیات خرابکارانه و تروریستی. اینو تغییرش داد سنا، این کلمه رو تغییر داد به کلمه یا اور گذاشت، اندو کردن اور، نوشتش که این any espionage activities or a terrorist activity against the United States فلان با اندو کردن اور. این هم یه گوشی یاد داشت کن یادت نره. و این هم هنوز آقای اوباما امضا نکرده، آقای اوباما یه جور بلا تکلیفه با دکترینش، خیلی بلا تکلیفه. و به حال یه جور سردرگمی وجود دارد و همش به دنبال نیست که از راه پالاتیکس، از راه دیپلماتیک مسائل رو پیش ببره. و جهان هم دیگر تغییر کرده، نمیپذیره شرایط دوران جورج بوش رو تجربه کرد، تجربه تلخی ازش به جا مونده، اون رو هم نمیپذیره. به پایان آمد وقت ما، ولی حکایت همچنان باقی است. باز در پایان چند تا نکته به عرضت برسونم و اونه که مجدانه ازت درخواست میکنم که ما رو حمایت مالی بکنید، ویدیوهای برنامه رو توضیح کنید، اگر وبسایتی داری تو وبسایتت بذار، اگر وبلاگی داری در وبلاگت قرار بده، از تو فیسبوک و تویتر شیر کنید اینا رو، عضو فن پیج ما بشوید. خیلی براتون سخت زارم مثل اینکه عضو فن پیج ما بشوید، هیچ تکون نمیخوره این رقم. و در حقیقت یک دوستی یک مطلبی رو تو همین ماجرا نوشته بود، من خیلی خواستم که این رو بیانش نکنم ولی
فکر میکنم که بد نیست اینجا این نکته رو دوباره ما هم تکرار بکنیم، شاید که کمکی بکنه. اون میگوید که اگر که مطابق معمول گم میکنیم مطالبمون، ماجرای شارخ زمانی هم که میدونی که دوباره راجبش حرف هست و برش گردوندن به زندان، ولی قراره که سازمان مدافعان حقوق بشر هم خواستن که به حال این جاش تو زندان نیست، یه فعال کارگریه و بایستی که آزاد بشود. امیدواریم که این کار صورت بگیره و کسی در زندان نباشه. کجا رفت پس این مطلب ما؟ یک ورقه دیگه هم بزنیم اگر که گمش کردیم دیگه گمش کردیم. حالا پیداش میکنیم در فرصت دیگه اینو به عرضت خواهیم رسون. یک مصاحبه ای رو آقای دکتر صدر اشرف انجام دادم با وایس آف امریکا. من دیدم که این امید دانا و نمیدونم همه را افتادن دوره و میخوان با آقای یخه آقای صدرالاشراف رو گرفتن و که آقا شما چی کردی و چه گفتی و از این داستان ها. و این منو یاد اون فرمایش آقای دکتر نوریالا انداخت که گفتش که آقا شما باید یخه بگیرید، بعد یه نفر اون وسط رفته بود یه مزخرفی گفته بود و گفته خودت گفتی که یخه بگیر. گفته آقا آخه آدم حدی باید داشته باشه، اینم بالاخره همینجوری نیست که تو از هر کی راه برسد و این کارو بکنه. این یکی از اصلی ترین مشکلات رسانه امروز ماست. ندانم کاری، ندونستن، ناآشنایی، کم سوادی دردهای اصلی جامعه منه. کم سوادی. این همه مرکز مطالعات وجود داره، شما نمودش رو اصلا نمیبینی. ازت ممنون و متشکرم. دعوت میکنم شما رو که برنامه خوب آقای دکتر صدر اشراف رو با هم پی بگیریم. ممنون و متشکر. تا فرصتی دیگر مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما نازنین. ممنون.